با گذشت 3 روز از افزایش قیمت بنزین و اعتراضات گسترده به آن به دستور شورای امنیت کشور اینترنت در ایران قطع شده. با وجود این از بسیاری از شهرهای ایران گزارش شده که اعتراضات ادامه دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در اولین واکنش به این اعتراضات تایید کرده که عده‌ای از معترضان کشته شدند، اما گفته که از تصمیم سران قوا حمایت می‌کند. در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد، از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. چند نکته رو باید توجه داشت. اولا وقتی چیزی مسببه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلف، بعضی اون رو لازم و واجب میدونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم. همزمان نمایندگان مجلس ایران طرح بازگشت قیمت بنزین را پس گرفتند. تا این لحظه امروز آیت الله خامنه ای اولین واکنشش رو به این اعتراضات نشون داد و تایید کرد که عده‌ای در این اعتراضات کشته شدند، اما همچنین تاکید کرد که از تصمیم سران سه قوه حمایت میکنه و گفت کسانی که دست به تخریب اموال عمومی زدند مردم نیستند، بلکه از اشرار به گفته او محسوب میشوند. به روزنامه نگاران داخل ایران گفته شده که از پوشش خبری جدی و فراگیری نارامی ها خودداری بکنند. دسترسی به اینترنت به طور گسترده در بخش های بزرگی از ایران قطع شده، به همین دلیل دریافت تصویر از ایران بسیار دشواره، اما تماس هایی که ما با شهرهای مختلف داشتیم تایید میکنه که اعتراضات در بسیاری از شهرها کماکان ادامه داره. ابراهیم رئیسی در اولین واکنشش بعد از این اعتراضات گفته که تصمیم پیشنهاد دولت بود که قیمت بنزین رو افزایش بدیم، این در حالیه که آقای رئیسی، علی لاریجانی رئیس مجلس و حسن روحانی رئیس جمهوری هر سه در شورای سران این تصمیم گرفتن و همطور که آیت الله خامنه ای گفته به تایید رهبر ایران هم رسیده. نمایندگان مجلس در واکنش به این تصمیم آیت الله خامنه ای طرح کاهش قیمت بنزین رو پس گرفتند علارغم اعتراض‌ها و انتقادهایی که در 48 ساعت گذشته به این تصمیم داشتند. فرمانده شهریار گفته که در اعتراضات روز شنبه در این شهر بین 60 تا 70 نفر مجروح شدند. متروی اصفهان امروز تعطیل اعلام شده. مدیر عامل متروی اصفهان گفته که به دلایل شرایط به وجود آمده مترو تمام روز یک شنبه تعطیل خواهد شد. اصفهان از جمله شهرهایی بوده که نارامی‌های گسترده‌ای رو به خود دیده. انجمن جایگاهداران اصفهان اعلام کرده که 15 پمپ بنزین در این شهر دچار حادثه شده. تمام مدارس اصفهان هم به دلیل اعتراضات تعطیل شده. گزارش‌های غیررسمی منتشر شده درباره احتمال استعفای اعتراضی محمود صادقی، نماینده مجلس ایران. خبرگزاری ایلنا نوشته که آقای صادقی به زودی استعفاش رو به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌کنه. محمود صادقی از جمله نمایندگان منتقد این تصمیم بوده و در ماه‌ها و سال‌های گذشته از جمله نمایندگانی بوده که به بسیاری از تصمیم‌های حاکمیت اعتراض و انتقاد داشته. تماس‌هایی که بی بی سی فارسی داشته با بسیاری از شهرهای ایران تایید می‌کنه که اعتراضات کماکان در بسیاری از شهرها ادامه داره، با وجود اینکه تصمیم شورای امنیت کشور بر این بوده که اینترنت رو به گفته خودشون به دلیل امنیتی قطع بکنند، اما آنچه که از ایران بیرون میاد، خبرهایی که از ایران خارج میشه، نشون دهنده ادامه این اعتراضات. از جمله معترضانی که با ما تماس گرفتن، صدای یکی از اونها رو بشنویم درباره مشاهداتش.
الان در 25 آبان 98 اتوبان باقری ضلع شمال به جنوب و جنوب به شمال تقاطع فرجام 196 و رسالت توی چند تا نقطه مشخص اتوبان بند اومده بود، مردم ماشیناشون رو خاموش کرده بودن و توی چند تا نقطه هم مردم سد معبر کرده بودن، سد زباله و لاستیک و از گاردریل استفاده کردن برای جلوگیری حضور ماموران. حدود ساعت 6:30 یگان ویژه هجوم آورد به سمت مردم، به خاطر اینکه سیل مردم زیاد بود نتونستن کاری رو پیش ببرن و در ساعت 11 شب نیروهای بسیجی و لباس شخصی توی منطقه حاضر شدن که با زدن حداقل 50 تا گاز اشکاور و با باتوم و سپر به سمت مردم هجوم آوردن و مردم متفرق کردن و اتوبان رو باز کردن. امروز هم مردم کم کم دارن جمع میشن سمت اتوبان باقری، خیابان فرجام و جاهای دیگه که امروز من مشاهده کردم، و اما ماموران لباس شخصی و بسیجی بی نهایت زیاد هستن و در تمامی تقاطع‌ها حضور دارن. از دیروز بعد از ظهر اینترنت به صورت کلی قطع شده، چه اینترنت های خانگی چه اینترنت های همراه، و ما به هیچ سایتی به هیچ اپلیکیشنی دسترسی نداریم، نمیتونیم از اپلیکیشن های سوشال میدیا استفاده کنیم. اینستاگرام، واتساپ، تلگرام به کلی قطع شدن و ما حتی گوگل رو نمیتونیم سرچ کنیم، فقط اپلیکیشن هایی که جمهوری اسلامی در دسترس مردم قرار داده و وابسته است به جمهوری اسلامی مثل اسنپ، تپسی، ورزش 3، ایسنا قابل دسترس هستن و بقیه سایت ها و اپلیکیشن ها قابل استفاده نیستن. هیچ کدوم از وی پی ان ها و فیلتر شکن هامون کار نمی کنه، فقط و فقط میتونیم از پروکسی، اونم به صورت خیلی محدود استفاده کنیم و تلگرام رو در بعضی مواقع باز کنیم و برای تلفن هام لیمیتد قرار دادن، بیشتر از 3 دقیقه 4 دقیقه وقتی صحبت میکنید تلفن شما ناخودآگاه قطع میشه. دسترسی در ایران به اینترنت به شدت محدوده، در نتیجه گرفتن تصویر از ایران به شدت برای رسانه‌ها مشکل شده، اما ما تلاش می‌کنیم با شهرهای مختلف در ایران تماس داشته باشیم برای گرفتن اطلاع از آخرین حوادث در این کشور. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و از سردبیر آژانس خبری مکریان از سنندج به ما پیوسته. آقای کردپور، شهر شما از جمله جاهایی بود که شاهد اعتراضات و نارامی بود، امروز اونجا اوضاع چطوره؟ شما رو دیده که در کردستان هم امروز تجمعاتی پراکنده، البته اتفاق افتاده، به صورت پراکنده هستش، البته چون اینترنت قطع هستش امکان به هر حال ارتباطات خیلی محدود شده و فعالین یا مردم نمیتونن اطلاعی از اوضاع همدیگه داشته باشند و مشکلاتی در ارتباطات به وجود اومده. آقای کردپور، آیا از تعداد زخمی ها و قربانیان این اعتراضات اطلاعی دارید؟ آقای کردپور صدای منو میشنوین؟ بله بله، صداتون قطع وقت میشه. آیا اطلاعی دارید از تعداد قربانیان در اعتراضات دو روز اخیر در کردستان؟ آقای کردپور صدای منو دارید؟ به نظر میاد که تماس ما با مسعود کردپور، روزنامه نگار از سنندج، قطع شده. تلاش میکنیم که دوباره با ایشون تماس بگیریم. و همچنین یک شاهد عینی، پیمان از تهران به ما پیوسته. آقای پیمان، مشاهدات امروز شما چه بوده؟ جنس این اعتراضاتی که دیشب و تا اوایل صبح امروز هم ادامه داشت با اعتراضات گذشته فرق داشت، به خاطر اینکه اعتراضات گذشته بیشتر رنگ و بوی حزبی و جناحی و چپ و راست داشت یا یه حق‌خواهی سیاسی شاید توش بود یا حالا هر سری برای یه سری مسائلی که ادعی به دنبالش بودن. اما این اعتراضات گذشته به دنبال مشکلات اقتصادی و فشاری که روی آهاد مردم بوده باعث شد که مردم، واقعا همه مردم از هر قشری، چه کاسب، چه راننده، چه هر چه کسی که به دنبال مسائل اقتصادی خودش یا آینده پیش روی خودش نگرانی یا مثلا امید واهی، چیزی که برای خودش ایجاد کرده بود داشت، باعث شد که به بیرون بریزه و حق خودش رو بخواد طلب کنه. اما مدل سرکوب کردنی که توی این سیستم من خودم شخصا شاهد بودم، منو نگران کرد مثلا، بخاطر اینکه
هر سیستمی، هر حکومتی داره نواقصیه و مردم میان به صورت حالا اعتراض خودشونو به نحوی بیان میکنن، ولی این که انقدر خفقان به سرعت ایجاد بشه و من خودم چون ساکن منطقه شهر تهران هستم و تهران پارس، چیزی که من دیدم خب علت خشونت کشیده شدن این اتفاقات خود مامورین امنیتی و خود گاردی که در صحنه حاضر بودن بودش. اون رعب و وحشت و اون چیزی که ایجاد میکنه باعث فشارهای روانی روی ذهن اون افراد معترض میشه که باعث میشه که به هر حال یه تقابل مقابل هم ایجاد بشه. و من خودم چیزی که برام خیلی جالب بود اینه که در چهارراه آیت پایین‌تر از هفت میدیدم که افرادی که خودشون مشخص بودن، افرادی هستند که حالا در گذشته به گروه فشار معروف بودن یا الان به لباس شخصی ها، با پتک و با باتوم و با چیزهای دیگه میزدن شیشه مغازه ها رو میشکوندن، شیشه ماشینا رو میشکوندن که فردا صبحش که امروز صبح باشه حضرت آقا بیان بگن که اینها کار اشرار بوده یا کار اراذل اوباش بوده. من سوالم اینجا، آیا ما 80 میلیون اراذل اوباش داریم؟ شما رهبر 80 میلیون اراذل اوباش هستین؟ اگر این سبک تفکر نسبت به اعتراضات مردم این گونه هستش، یه عوام فعیلی و یه پوپولیستی به نظر من صورت میگیره. اما اینکه جنس این اعتراضات هست، من بازم دارم میگم این اعتراضات اعتراض مردم دمپایی پوش، مردم مشکلدار یا مردمی که خواهان آزادی یا چیزی دیگه بودن نبود. این یه اعتراض کلیه که مردم نسبت آیندهشون مشکل دارن، چون شما فقط رقم 3000 تومان بنزین رو نبینید، حالا این ماه نه از ماه بعد قشنگ تاثیرش رو سر سفره مردم نشون خواهد داد و مردم نگرانن. من اونایی که میخوام زندگی خودم رو تشکیل بدم یا هر چیز دیگه، از این یه باب نگرانی برای من ایجاد خواهد شد که آیا من ماه دیگه میتونم این جنسی که الان میخریدم اتومان اون موقع بخرم، نخرم، اصلا ازدواج بکنم، نکنم، زندگی رو چجوری تشکیل بدم، بچه‌ام چی میشه و هزار یک مسئله دیگه. این ناامیدی ها و این ناراحتی باعث میشه که من بخوام اعتراض کنم. حق منه به عنوان یک شهروند که اعتراض کنم. بله آقای پیمان، با توجه به برخوردهای خشنی که بهش اشاره کردید، فضای امروز چطوره؟ آیا چون محله شما تهران پارس جزو محله هایی بود که دیروز خیلی شلوغ بود، آیا امروز آروم شده؟ امروز صبح من تأخیر که تو محل داشتم دیدم که اتوبان باقری، خب خیلی ناراحت شدم برای خودم و برای مملکتم که احساس کردم محلم مریضه، اصلا یه جوری شده بود، یه فضای غم‌انگیزی توی فضا حاکم بود، فوق العاده امنیتی سر تمام تقاطع‌های اصلی، گروهی از افرادی که حالا نمیدونم بهشون چی میگن، ضد شورش میگن، نمیدونم چی میگن، و اینا خیلی فراوان بود، فضا امنیتی بود، ولی خب تحرک مردم معترض کمتر شدش و یه مقدار فضا از نظر اعتراضی پایین‌تر بود، اما میگن در پایین شهر تهران یا اطراف شوش بازار اونورا هنوز اون حالت اعتراض و تجمع مردم بوده، ولی خب سمت شرق تهران خب معمولا ورود نمی کنه به اینجور مسجد، چون یه محلیه که در هر حال محل خوابگاه نشین و یه محلیه که اصلا جدای از اختلافات سیاسیه، چون همه اکثرا کاسه بنا و خونه شنون، ولی خب میگم اینجوری توی نطفه خفه میکنن با این شدت و با این خفقان با این حالت. من اصلا احساس کردم که امروز داشتم توی محلم میچرخیدم گروگانم، احساس میکنم که من وارد یک محله شدم که مثلا کشوری اومده کشور منو گرفته یا محله منو گرفته و انقدر فضای سنگین امنیتی. آخه چرا؟ به چه دلیل؟ از چی میترسین شما؟ چه اتفاقی قرار بیفته که انقدر فضای امنیتی میکنین سریع؟ و میگم حق اعتراض حق هر شهروندیه، ولی اینگونه به چالش کشیدن و اینگونه فضای امنیتی کردن، این هستش که من فکر نمیکنم در طول تاریخ در هیچ برهه از زمان هیچ حکومت و سیستمی اینگونه مثل این حضرات آقایون رفتار کرده باشن با معترضین. متشکرم. صدای پیمان رو میشنیدید، یکی از ساکنان شرق تهران و شاهد حوادث چند روز گذشته. ممنون از شما. رجا اسدی همکارم اینجاست تا بهمون بگه که در شبکه‌های اجتماعی چه خبر. رجا، پیمان هم اشاره کرد به اعتراضاتی در مناطق اطراف بازار تهران، مثل اینکه بحث این بوده که یه سری از مغازه اصلا امروز باز نکرده. درسته، همونطور که پیمان هم که گفت در اطراف بازار، جایی که ما ازش تصویر به دستم رسیده، گفتم که در بخش قبلی خبری که خیلی به ندرت از امروز صبح تصویر داره به دستم میرسه، ولی امروز تصاویر خوبی به دستمون رسیده که نشون میده که مغازه ها اکثرا تعطیل در بازار و مردم تجمع کردن، رفت و آمد دارن، میرن و میان و مغازه ها همه کرکره ها پایینه. این چیزی که ما میتونیم تایید بکنیم. و بعضی هم توییت کردن، یک نفر توییت کرده که با یکی از بستگانش
صحبت میکرده و گفته که در جنوب تهران اطراف بازار خیلی تجمع زیادتر شده، با اینکه در بیشتر نقاط شهر جو امنیتی حکم فرماست و نیروهای امنیتی در همه تقاطع‌ها وجود دارن، اما بازار جاییه که ما میدونیم که همچنان تجمع درش صورت گرفته و بازاریا اعتصاب کردن. اما کار دیگه ای که ما تونستیم بکنیم این که از طریق نقشه گوگل یک نگاهی بندازیم به بعضی از شهرها. مثلا در تهران اگر بخش گزینه ترافیک رو انتخاب کنیم در نقشه گوگل، میبینیم که نشون میده خیلی از خیابان‌های اصلی بسته شده و فکر میکنیم این هم مرتبط به جو امنیتی که وجود داره در تهران. در شهرهای دیگه هم مثلا که تجمعاتی برگزار شده گهگدار میبینیم، بله در شبکه‌های مجازی میبینیم فیلم‌هایی وجود داره، ولی این نکته رو بگم که خیلی سخته الان در این مقطع زمانی که ما بفهمیم این فیلم‌ها مربوط به دو روز گذشته است یا مربوط به امروزه، بنابراین ما نمیتونیم دقیقاً اینها رو تایید بکنیم. اما اونطور که خبرها به دستمون میرسه در شبکه‌های مجازی، مثلا در تبریز تصاویری اومده که نشون میده در دانشگاه خیلی‌ها تجمع کردن دانشجوها و همچنان اعتراض‌ها ادامه داره، یا در بعضی شهرهای دیگه. و میدونیم که دسترسی به اینترنت همچنان محدوده و اینترنت داخلی بعضی ها میتونن به اینترنت داخلی متصل بشن و کارهای مثلا برای انجام کارهای اداری، اما به دامنه‌های خارج از ایران نمیتونن همچنان متصل بشن و خیلی از اپلیکیشن های ارتباطی قطع شده و تنها خیلی به صورت محدود میتونن از طریق تلگرام با ما تماس بگیرن. و نکته دیگه‌ای که وجود داره، کاربرانی که الان فعال هستن در شبکه‌های مجازی خیلی نگرانن از وضعیت خانواده‌هاشون. خیلی ها میگن به خاطر همین قطعی اینترنت، قطعی تلفن، نمیتونیم ببینیم خانواده هامون در چه وضعیتی هستن. مثلا یک نفر تلفن هم قطع رو جان در بعضی جاها تلفن هم قطع، من اینطور که کاربران گزارش دادن. و مثلا یک نفر توییت کرده و یک خبرنگار خارج از ایران که من نمیدونم وقتی که اینترنت وصل بشه باید خبر دستگیری چه تعداد از همکاران ما در داخل ایران گزارش بدم. و این نگرانی در خارج از ایران در بین کاربران و کسانی که خویشاوندی در ایران دارن خیلی موج میزنه و میشه دید. مخاطب های ما اگر که بخوان با ما تماس بگیرن با توجه به محدودیت اینترنت چطور میتونن الان با ما تماس بگیرن؟ میتونن با واتساپ ما تماس بگیرن، میتونن آخه واتساپ اینترنت میخواد، اگر میتونن تلفن بکنن باید ما تلفن بزنن. حالا شماره های مرتبط با برنامه ها رو در ادامه برنامه در اختیارشون قرار خواهیم داد. میتونن اگر دسترسی به تلگرام دارن، در بعضی جاها به صورت محدود میتونن از طریق تلگرام با ما تماس بگیرن، ولی راحت ترینش اینه که از طریق تلفن با ما تماس بگیرن یا ایمیل بزنن. به هر حال همه چی یه جوری به اینترنت ختم میشه، ولی راهی که خیلی جلوی همه میتونه قرار بگیره اینه که با تلفن با ما تماس بگیره اگر اینترنتشون قطع هستش. طبیعتاً همونطوری که گفتی اگر که اینترنتشون تلفنشون هم قطع نباشه، چون در بعضی مناطق دسترسی تلفن هم با محدودیت مشکله. به دستور شورای امنیت کشور اینترنت در ایران قطع شده، در نتیجه دریافت تصویر از ایران با دشواری بسیار همراهه. با وجود این از بسیاری از شهرهای ایران گزارش شده که فضا به شدت امنیتی، گزارش‌های منتشر شده از اینکه بخشی از بازار تهران تعطیل. آیت الله خامنه ای رهبر ایران در اولین واکنش به این اعتراضات تایید کرده که عده‌ای از معترضان کشته شدند، اما گفته که از تصمیم سران قوا حمایت میکنه. محمد جواد اکبرین به ما پیوسته. آقای اکبرین، واکنش آیت الله خامنه ای رو به این اعتراضات دیدید؟ او به نوعی همزمان با تلاش و سلب مسئولیت و اعلام اینکه او کارشناس نبوده اما این مسئولیت رو به سران قوا داده، اما از اون حمایت کرد. بله، ببینید، ایشون در 5 دقیقه سخنرانی امروز که ابتدای درس خارج فقهشون داشتن 3 تا ادعای دروغ رو مطرح کردن. ادعای دروغ اول این هست که ایشون گفتند بر اساس نظر کارشناسی عمل کردند و تابع نظر کارشناسی بودند. امروز نمایندگان مجلس در خبرگزاری های داخلی هم آمده گواهی دادند که کمیسیون های تخصصی اومدن کار کارشناسی کردند. امروز 2 تا طرح، یکی 3 فوریتی و یکی 2 فوریتی ارائه دادند برای این که عقب نشینی بکنند از این طرح. خب ایشون میگن سران قوا تصمیم گرفتن، مجلس شورا جزء قوای سگانه نیست؟ یا اگر چیزی رو بررسی کارشناسی میکنه
مگه قرار نیست فصل الخطاب کارشناسی های کشور باشه؟ ببینید شما به محض اینکه میگید کارشناسی دعوا میشه، کدوم کارشناسا؟ برای اینکه این دعوا رو جمع کنن یه جایی توی دنیا به وجود اومده به اسم پارلمان، که این پارلمان قراره بیاد نمایندگان مردم بیان اون نظری که روش دست میذارن اون بشه نظر کارشناسی نهایی، وگرنه هر کسی میتونه بگه که من با کارشناسا مشورت کردم و مثلا به این نتیجه رسیدم. این یک ادعای نادرست ایشون بود. ادعای نادرست دیگر ایشون این که معترضان رو اشرار ناباب خوندن، که حالا یه عده جوان هیجان زدن به ایشون پیوستن. تمام گزارش هایی که دیروز از شهرهای مختلف کشور تا زمانی که اینترنت رو قطع نکرده بودند به رسانه ها رسیده نشون میده که این یک ادعای دروغ هست و تلاش آیت الله خامنه ای برای این که معترضان رو مجموعه ای اشرار نشون بده کاملا تلاش سابقه داری است. ما در سایر دوره های اعتراضی هم دیدیم که ایشون با تعبیر یک عده یک جای گوشه و کنار، این کلمه گوشه و کنار رو ایشون بارها تا حالا تکرار کرده، یک عده یک جای گوشه و کنار یک چیزهایی گفتن، سعی در تخفیف و تحقیر اعتراضات داشتن. آقای اکبر، این فکر میکنید که اگر بخوایم مقایسه بکنیم با اعتراضات اخیر در منطقه، چه در لبنان چه در عراق، استعفای سعد حریری از نخست وزیری لبنان، اصلاحات در عراق، اینا هیچ یک اعتراضات رو در این دو کشور آرام نکرد، فکر میکنید که آیت الله خامنه ای با این سخنرانی امروز موفق خواهد شد که اعتراضات رو آروم کنه؟ از قضا در پاسخ به پرسش شما من اون سومین ادعای دروغ ایشون هم میتونم مطرح کنم، توی سوال قبل نگفتم طولانی نشه. ایشون حمایت از این اعتراضات، تشویق به این اعتراضات رو و تحریک این اعتراضات رو به خارج نسبت داد، همون کاری که در اعتراضات لبنان و عراق کرد، که اینم دروغه. تا قبل از ساعت 12 شبی که قیمت بنزین 3 برابر شد هیچ یک از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، نه کاخ سفید، نه خانواده پهلوی که ایشون امروز ماجرا رو بهشون نسبت داد، نه سایر سازمان ها و گروه ها، هیچ کدوم نه پیشبینی کرده بودن این اتفاق رو و نه تشویق و تحریکی صورت گرفت. این ماجرا یک ماجرای خودجوش بود، این اتفاقی که در لبنان و عراق افتاد. در لبنان و عراق هم به محض این که مردم اعتراض کردن به، حالا نقطه شروع کجا بود کاری ندارم که مفصل نشه، به محض اینکه اعتراض کردند و دیدند حکومت به اونها واکنش مثبتی نشون نمیده، همدلی نمیکنه با اونها، میخواد اونها رو نسبت بده به خارجی ها، خیابون وایسادن تا حقشون رو بگیرن. در وضعیت ما هم همینطوره. دفعه های قبل اگر آقای خامنه ای صدای مردم رو میشنید، حکومت صدای مردم رو میشنید، این انرژی متراکم جمع نمیشد که هر بار بزنه بیرون. ببینید دفعه قبل سال 96 ما همین وضعیت رو تو 70 شهر ایران داشتیم، نسبت دادن مثلا به فلان کانال تلگرامی، حالا رفتن مسئول اون کانالم گرفتن، اون کانالم بسته شد، اعتراضات تموم شد. حالا الان اینترنت رو بستی، اعتراضات تموم میشه، مگه مردم بر اساس اینترنت میاد بیرون؟ مگه بر اساس دعوت فلان کانال و فلان جریان میان بیرون؟ چون این پیش فرض غلط رو حکومت داره، در لبنان و عراق هم همین رو میخواست ترویج بکنه، از این پیش فرض غلط به این نتیجه غلط میرسه. آقای اکبر، این تصمیمی که گرفته شده تصمیم بسیار استراتژیکیه، در بسیاری از کشورها حتی تصمیمات بسیار کوچکتر از این با ماه‌ها رایزنی و تصمیم گیری و پیشبینی سناریوهای ممکن انجام میشه. قابل تصور نیست که چنین تصمیمی هم بدون آمادگی نیروهای امنیتی در ایران گرفته شده باشه. فکر میکنید که در صورت ادامه پیدا کردن با این گستردگی نیروهای امنیتی امکان کنترلش رو خواهند داشت؟ ببینید دو تا مشکل وجود داره که این حکومت نمیتونه حل بکنه. یکی مسئله اقتصاده. به نظرم به ذهن خودشون هم رسیده بود که این شوکی که میخوان وارد بکنن ممکنه تبعاتی داشته باشه. اما احتمال میدم که در بعضی از نظرات کارشناسان هم خوندم که به دلیل بحران اقتصادی این تصمیم گرفته شد تا بخشی از نداشته های اقتصادی دولت جبران بشه.
به خاطر این تصمیم و تبعاتی که این تصمیم داره، یعنی از سر استیصال این تصمیم رو گرفتن. خب ماجرا چون دقیقاً به سفره مردم مربوطه، دقیقاً به حوائج اولیه مردم مربوطه. تو پرانتز بگم شبی که این اتفاق افتاد شب جمعه بود و فرداش هم جمعه بود و تعطیل رسمی مناسبت میلاد پیامبر، بسیاری از جاها بسته بود. فروشگاه ها در همون روز بعضی از مراجعین که رفتن گفتن اجناس قیمتشون بالا رفته، یعنی حوائج اولیه مردم درگیر شده با این ماجرا. در نتیجه وقتی شما با این وضعیت طرفید، نه مسائل سیاسی است حمایت از یک جریان، نه مقوله آزادی هاست که شما بگید اولویت مردم الان نیست. مسئله دقیقا آبروی مردم و سفره مردمه. این رو نمیتونن با برخورد امنیتی خاموش بکنن. این یک. دوم اینکه علاوه بر اقتصاد، یک خشمی هم متراکم شده از گذشته وجود داره. میدید شما یک بار، دو بار، ده بار میتونید بگید کار استکبار جهانیه، کار دشمن خارجیه، کار فلان جریانه. بار 11 اگر قبلا مردم جمله های شما رو مسخره می کردن و با تعبیر دشمن جوک می ساختن، بار 11 دیگه میان بیرون، دیگه میان تو روی شما وای می سن، دیگه احساس می کنن به شعورشون توهین شده. این کاریست که حکومت الان داره انجام میده و من گمان نمی کنم که حتی اگر بتونن با قطع اینترنت، با سرکوب و خدای نکرده با بالا رفتن آمار قربانیان، حتی اگر بتونن یه مدتی باز این رو مهار بکنن، در اولین فرصت دیگه دوباره میزنه بیرون. و من یادم از روزنامه از صباح عراق مدتی قبل از اعتراضات یک نظرسنجی علمی کرده بود، تو روزنامه هم منتشر کرده بود که مردم کوچه خیابون میگفتن این وضعیت ادامه پیدا کنه ما میایم بیرون. خب حالا من نمیدونم همچین نظرسنجی هایی در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ایران وجود داره و اگر وجود داشته چه تدبیری دربارش کردن، اما قطعا راهایی که الان پیش گرفتن حتی با مهار کوتاه مدت راه به جایی نمیبره. متشکرم. محمد جواد اکبرین از پاریس فرانسه با ما. بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی برای پوشش خبرهای اعتراضات گسترده در ایران به افزایش قیمت بنزین هستید. آیت الله خامنه ای رهبر ایران امروز در اولین واکنش اعلام کرده که از این تصمیم سران سه قوه در ایران حمایت میکنه و تایید کرده که عده‌ای کشته شدند. بنا به گزارش ها در بسیاری از شهرهای ایران وضعیت امنیتی گزارش شده، متروی اصفهان تعطیل، مدارس اصفهان تعطیل، عده‌ای از بازاری ها در تهران مغازه هاشون رو بستن، گفتن که نگران مسائل امنیتی هستند. در یک خبر فوری نیروی انتظامی، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه هم اعلام کرده که یکی از افسران این نیرو در شهر کرمانشاه در روز شنبه در درگیری با معترضان کشته شده. کشته های معترضان طبیعتاً بیشتر بوده، اما به دلیل اینکه دست رسی به اینترنت به شدت در ایران با محدودیت روبروست، امکان ارتباط برقرار کردن با ایران و گرفتن تصویر از اعتراضات بسیار مشکل شده. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای رو با هم ببینیم، بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد، از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. چند نکته رو باید توجه داشت. اولا وقتی چیزی مسببه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلف، بعضی ها اون رو لازم و واجب میدونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر
سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم. در استودیو همکارم رجا اسدی به ما پیوسته. رجا، تلاش های فراوانی داریم میکنیم علارغم محدودیت هایی که برای کاربران اینترنت در ایران ایجاد شده که تماس بگیریم با شهرهای مختلف، موفق شدی یا نه؟ خیلی به سختی داریم تماس میگیریم. میتونیم تماس تلفنی خیلی به صورت محدود امکان پذیره، اما مثل دو روز گذشته نیست که ما خیلی مقدار زیادی تصویر و صدا میگرفتیم. اما امروز صبح همطور که الان داشتیم میشنیدیم، به صورت محدود صداهایی میاد که وضعیت رو توصیف میکنه. هنوزم تصویر میاد اما خیلی به ندرت، که دلیلش هم میدونیم از در بخشای قبلی خبر که گفتیم اینترنت محدود شده، در خیلی جاها قطع و مردم بیشتر از طریق تلگرام در جاهای محدودی میتونن با ما تماس بگیرن. اما همچنان امکانش وجود داره، خیلی جزئی در خیلی نقاط محدود که میتونیم باهاشون تماس بگیریم. ولی چیزی که جالبه اینه که فرضاً حساب کاربری آیت الله خامنه ای در توییتر کار میکنه و توییت میکنه، اگر که این محدودیت هست پس چطور اونا دارن مطرح میشن؟ این سوالیه که خیلی از کاربران دارن مطرح میکنن. اینترنت در سراسر ایران مخدوش شده، اما میبینیم که سران حکومت میتونن به اینترنت دسترسی پیدا کنن. نمونهش همونطور که گفتی آیت الله خامنه ای که همین صحبت‌هاش رو امروز توییت هم کرد که من حمایت می‌کنم از افزایش قیمت بنزین، و همین بهانه شده که خیلی از کاربران خواهان این شدن که توییتر توییت آیت الله خامنه ای رو ببنده و از یک هشتگی دارن استفاده می‌کنن و همینطور داره دست به دست میشه و تقاضاشون اینه که اگر برای مردم ایران امکان دسترسی آزاد به اینترنت وجود نداره، پس توییتر وظیفه‌اش اینه که بیاد و توییت آیت الله خامنه ای و بقیه افراد حکومت و سران حکومت رو ببنده. اقدام مشابهی زمانی که سپاه پاسداران ایران هم تحریم شد از جانب آمریکا اتفاق افتاد که یه سری از فرمانده‌های سپاه رو بست اینستاگرام حسابشون رو. آره، البته اون به این دلیل نبود، که چرا اینترنت برای مردم ایران آزاد نیست، فیلتر شده توییتر و فیسبوک. دلیل اون دلیل دیگه‌ای بود، دلیل تحریم ها بود. و نکته دیگه‌ای هم البته الان در حال انجام در شبکه‌های مجازی، خیلی از کاربران از مسئولان از دولت مردان آمریکا میخوان که اینترنت آزاد در اختیار مردم ایران قرار بده. به ویژه اینکه امروز میدونیم سفیر آمریکا در آلمان یک توییتی کرد و گفت آمریکا توانایی فنیشو داره که برای مردم ایران اینترنت فراهم کنه. و این هم الان یک بحثی که داره همطور گسترده تر میشه و خیلی از کاربران خواهان این هستن که آمریکا بتونه از طریق ماهواره به مردم ایران اینترنت بده. البته جالبه که سفیر آمریکا در آلمان چنین حرفی زده. ما پیشتر با علی نیکویی کارشناس اینترنت صحبت می‌کردیم، میگفتش که اینها بیشتر جنبه تبلیغاتی داره از لحاظ فنی، امکان اینکه واقعا بشه دسترسی اینترنت در ایران رو فراهم کرد از جانب کشورهای دیگه خیلی شدنی نیست، اما خب طبیعیه که چنین خواسته‌ای مطرح بشه. میدونم که تصویر از ایران نمیاد، اما آیا خبرهایی که در توییتر منتشر میشه میتونی یک تصویر کلی بده از سایر شهرها در ایران؟ چون صداهایی که میشنویم بیشتر از تهران الان. در سایر شهرها میدونیم که جو امنیتی به شدت حکم فرما، صداهایی که میاد این حرفا رو میزنه و کاربرانی که به هر حال فامیلی دارن در ایران، خودشون خارج از ایران هستن، از فامیلشون از خویشاوندانشون خبر دارن میگیرن، میگن جو بسیار امنیتیه و خیلی جاها هنوز تک و توک مردم بیرون میان و بیشتر تصاویری که گرفته میشه امروز، تک و توکی به دست ما رسیده، از میزان خسارت ها رو نشون میده. داشتیم در تصاویری که بعضی از این خسارت ها به دست ماموران امنیتی داشته انجام میشده شب گذشته و حالا تصاویر این خسارت ها داره میاد. البته خیلی ها در نقشه گوگل هم الان یه تصویریه که دارن دست به دست میکنن. میتونیم که این قابلیت رو داره در نقشه گوگل که میتونیم وضعیت ترافیکی شهرهای مختلف رو چک بکنیم. مثلا اگر تهران رو جستجو بکنید در نقشه گوگل، میبینید بخش ترافیکش خیلی از خیابان‌های اصلی دسترسی بهشون محدوده و بسته شده. این یه تصویری که شاید حالا دقیق نباشه، ولی میدونیم که در حال حاضر در همین لحظه خیلی از خیابان‌های اصلی در شهر تهران بسته شده. متشکرم رجا اسدی همکارم که در استودیو به ما پیوستی. امیدوارم که در ادامه این روز بیشتر بتونیم باهات صحبت بکنیم و بیشتر خبر بگیریم از آنچه که در ایران میگذره. ممنون از تو. بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی برای پوشش اعتراضات گسترده در ایران به افزایش قیمت بنزین در این کشور هستید. جمعه شب به دستور شورای سران سه قوه قیمت بنزین آزاد تقریبا سه برابر شد، به 3000 تومان رسید و در پی اعتراضات
اعتراضات گسترده به این تصمیم به دستور شورای امنیت کشور اینترنت در ایران قطع شده. با وجود این گزارش هایی که از شهرهای گوناگون ایران منتشر شده، خبر از جو امنیتی در بسیاری از این شهرها میده. آیت الله خامنه ای رهبر ایران در اولین واکنش به این اعتراضات تایید کرده که عده‌ای از معترضان کشته شدند، اما گفته که از تصمیم سران قوا حمایت میکنه. در پی این گفته های آیت الله خامنه ای تلاش نمایندگان مجلس برای کاهش دوباره بنزین بی‌نتیجه موند و اونها این طرح را از مجلس پس گرفتند.